شک نیست که بین طلوع فجر و بین نمازهای صبح با شما کم از کم تقریبا در حدود 45 50 و حتی 1 ساعت تفاوت می باشد. پس به این جهت که اکثریت برادرانی که در سحری می خیزند و اونا بتانند که انشاءالله و تعالی در نمازهای صبح هم اشتراک بکنند و از جماعت نماز صبح هم محروم نمانند، پس به این اساس تفاوت بین سحری و بین نماز صبح که در مسجد جامع شیرپور ادا می شود در حدود 20 و 25 دقیقه می باشد. و نما قدر وقت و زمانی که یک برادر به اصلاح گوزو بگیره و تا مسجد بیاید و نماز خود بخونه و بعد از او بیغم به خانه خود بره. پس به این اساس انشاءالله و تعالی مسجد شورای مشورتی مسجد تصمیم گرفتن که انشاءالله و تعالی بعد از اینکه ماه مبارک رمضان فرا میرسن نماز صبح در مسجد جامع شیرپور 15 کم 4 خوانده میشه. به جهت از اینکه وقت سحری برادر اسلام متوجه باشین که در این شب روز که ما شما هستیم در حدود 3 و 25 دقیقه می باشه و به خاطر احتیاط اقلا 5 دقیقه یا 10 دقیقه پیش از این وقت ما شما باید خوردن و نوشیدن بس بکنیم. منتظر اذانهای مساجد نباشین برادر اسلام. اکثریت اذانهایی که در مساجد ما داده میشه این مطابق وقت نمی باشه و خود شما شاهد از او هستید. پس به این اساس پیش هر کس امروز الحمدلله تکنولوژی پیشرفت کرده، موبایل هست، برنامه های وقت زمان هست که سحری چی وقت می باشه و اصلاح فجر چی وقت می باشه و طلوع آفتاب چی وقت می باشه و غروب آفتاب چی وقت می باشه. این همی اوقات معینه که در رابطه با محوطه کابل ما و شما دادگی هست، در رابطه با سحری اون زمان وقت تعیین شده اقلا 5 دقیقه و 10 دقیقه تا اون وقت به اصلاح پیش نباید. شاید در اون وقت هم یکی دو دقیقه به اصلاح چی باشه تفاوت وجود داشته باشه. پس به این اساس بهترین وقت که انشاءالله و تعالی ما شما سحری را بس بکنیم خوردن و نوشیدن بهترین وقتش در این شب و روز که البته روز به روز به طرف بالا رفته میره، یعنی به طرف 3 نزدیک شده میره. تو نشه که باز به اصلاح در 15 رمضان هم بیایی 3 و 25 رستا بس بکنیم. نه، متوجه باشین که روزهای ما شما دراز شده میره و شبهای ما شما کوتاه شده میره. شبها که کوتاه میشه به این اساس است که طلوع فجر ما هم به طرف 3 بالا رفته میره. پس بهترین وقتی که در این شب و روز که ما شما هستیم که خوردن و نوشتن بس بکنیم 3 و 15 دقیقه و نهایتا 3 و 20 دقیقه برادر اسلام. از اون بعد دیگه خوردن و نوشتن ما شما بس بکنیم که تا بتونیم که به خاطر جمع انشاءالله تعالی روزه را آغاز بکنیم. و همچنان در رابطه با مسجد خانم ها که ما داریم در ماه مبارک رمضان الحمدلله دروازه باز است و خانم ها به تراویح هم میآیند و کسایی که اشتراک میکنند مسجد الحمدلله جای زیاد داره و میتونند که اونا بیاین و در نماز تراویح و در ختم اشتراک بکنند. و همچنان مسئله افطاری هست، الحمدلله دسترخان در هر افطار در مسجد جامع شیرپور هوار میشه و کسایی که میآیند اینجا افطاری میکنند افطار میکنند و بعد از نماز شام ما شما میخونیم و بعد از او هر کس میره در خانه خود و تیاری نماز تراویح را میگیره. الله رب العزت ما و شما را توفیق به اعمال نیکو نصیب فرماید و ماه مبارک رمضان انشاءالله و تعالی از ما شما خوشنود بگردانه. ماه مبارک رمضان که ماه نهم از ماهای سالهای قمری میباشه برادر اسلام و ماهای قمری در حقیقت عبارت از امو گردش مهتاب به دور زمین میباشه که از خود آغاز داره که عبارت از مطلع نامیده میشه و از خود نهایت داره که بالاخره به پایان میرسه. پس متوجه باشین که ماهای قمری با دیدن هلال در افق مغرب ما و شما بعد از غروب آفتاب، هر زمانی که هلال جدید دیده میشه مطلع ماه جدید ماه قمری آغاز میشه و پایان یافتن از این ماه ها زمان صورت میگیره که هر زمانی که هلال ما و شما و یا مهتاب ما و شما در افق مشرق قبل از طلوع آفتاب ما و شما ناپدید میشه به این معناست که ماه به پایان میرسه. پس به این اساس ماه های قمری متوجه باشیم برادر اسلام که یا 29 روز میباشه و یا هم 30 روز میباشه و ما در ماه های قمری 31 روز نداریم. اما این که ماهای قمری 29 روز می باشه و یا 30 روز می باشه متوجه باشین که این مسئله را در حقیقت اونمو دیدن هلال در افق برای ما شما تعیین میکنه. اگر در روز 29 ماه هلال در افق مغرب دیده شد به این معناست که ما 29 روز بوده و ماه بعدی اولش از روز بعدی آغاز میشه. و اگر در روز 29 هلال در افق دیده نشد روز بعدی 30 روز ماه قبلی می باشد تکمیل می باشد و بعد از اون روز بعدیش من حیث روز اول ماه جدید حساب می شه. پس به این اساس متوجه باشین که ماهای قمری چون در رابطه با دیدن هلال
آغاز و با ناپدید شدن هلال در افق مشرق ما و شما به پایان میرسه. پس به این خاطر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم تعیین ماهای قمری ما و شما را نه به حسابهای فلکی گذاشته و نه به این صفحات اجتماعی ما گذاشته و نه به عادات و تقالید و عنعنات و نه هم به جنتریه هایی که ما و شما به خاطر معلوم کردن اوقات خود میکنیم به این چیزا واگذار نشده برادر اسلام، که تا هر کس از پیش خود در رابطه با فرارسیدن ماه مبارک رمضان فتوا نده، مثل که امروز ما پیش از پیش فتواها را در صفحات اجتماعی مشاهده میکنیم، بلکه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بر ما تعیین کردند و فرمودند که صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، با دیدن هلال در افق مغرب روزه را آغاز بکنین و با دیدن هلال شوال در افق روزه را به پایان برسانین. و حتی به این اندازه تاکید کرده پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حتی زمانی که شما در رابطه با دیدن هلال در آسمان ابر می باشه، غبار می باشه و مانع میشه که شما هلال دیدن نتانین، روز بعدیتان از سیوم شعبان تکمیل بکنین و روز بعدیش با اطمینان کامل رمضان آغاز بکنین. پس به می جهت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ما و شما اجازه نداده برادرسم که یکی دو روز از پیش از رمضان ما روزه گرفتن آغاز بکنیم، که یکی دو روز پیش از رمضان روزه گرفتن فقهای کرام به نام روزه شک مسمی میکنند. روزه شک کدام روزه میگن؟ روزه شک اونم روزه هست که ما نمیفهمیم که آیا این روزه رمضان است و یا این ماه شعبان می باشه. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون روزه یک امر فرضی در ماه مبارک رمضان می باشه و این باید که با یقین کامل ثابت شوه، با ظن و گمان ثابت نمیشه، پس به می خاطر پیغمبر بر ما فرمود که با یقین کامل رمضان آغاز بکنین و با یقین کامل رمضان با پایان برسانین، با شک و تردید رمضان آغاز نکنین که با شک و تردید رمضان با پایان برسانین. پس به این اساس متوجه باشیم برادرستم که امروزی که ما و شما هستیم تاریخ 28 شعبان است و فردا که شنبه هست 29 شعبان می باشه، و چون ماهای قمری در کشور ما و شما ماهای قمری نیست، از ما و شما ماهای شمسی می باشه، پس به این خاطر ما در غم مهتاب نیستیم که چی وقت می برای و چی وقت از بین می ره. اما در کشورهای عربی که تاریخشان ماند تاریخ روزهای قمری می باشه، متوجه باشین که فردا بعد از نماز مغرب و یا قبل از نماز مغرب، البته در رابطه با افق کشورهای عربی مکه مکرمه که شاید تفاوت ساعت بین ما و بین از اونها در این شب و روز 2 ساعت و نیم ساعت باشه، به خاطر ترصد هلال ماه مبارک رمضان کمیته ها دایر میشه و بالاخره در افق خود مهتاب مشاهده میکنند. اگر فردا مهتاب دیده شد، پس اعلان میشه که روز یکشنبه ماه مبارک رمضان است و با اطمینان کامل انشاءالله و تعالی ما شما روزه را آغاز میکنیم. و اگر فردا هلال در افق دیدن نشد، پس اعلان میکنند که پس فردا که عبارت از روز یکشنبه هست مصادف به سیوم شعبان میباشه و روز دوشنبه مصادف به اول ماه مبارک رمضان میباشه. پس چون با کمال تعصب بگیم که در کشور اسلامی ما افغانستان به میلیاردها و میلیونها دلار ضایع خرج میشه، ولیکن به خاطر هلال به اصطلاح یک تلسکوپ گرفته نمیشه که ما هلال در افق افغانستان خود ببینیم، ولیکن منتظر میشیم که تا چی وقت به اصطلاح جزیره العرب هلال مشاهده بکنن و اونا اعلان بکنن و ما هم به پیروی از اونها روزه را اعلان بکنیم. پس به این منوال که ما شما پیش میریم برادرسم، پس ما منتظر اعلان ها می باشیم. هر کس از پیش خود در رابطه با رمضان فتوا نده برادرسم، هر کس از پیش خود رمضان از پیش خود حساب نکنه، بلکه با یقین کامل رمضان آغاز بکنین و با یقین کامل روزه را به پایان برسین و روزه شک نگیریم برادر اسلام. هیچ وقت نگوین مثل که بعضی سفیدای ما میگه که والا روزه ما ناقص میه، روزه ما کم میایه، و این سودی همیشه به اصطلاح غلط می سودی چی احتیاج داره که روزه ما تو را پس و پیش بکنه برادر اسلام؟ این کلش وسوسه های شیطانی است که به مور روایتی که بر ما و شما شده گیست که کسی که روزه شک روزه میگیره مانند کسی هست که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخالفت کرده. پس روزه شک گرفتن جواز نداره برادر اسلام، و روزه شک اونم روزه است که ما نمیفهمیم که روزه هست و یا شعبان است، و این قسم هم ما و شما نیت نمی
میگه برو من نیت میکنم اگر روزه ما رمضان بود رمضان اگر بود شعبان بود شعبان نه قطعا شریعت به این قسم موتور اجازه نداده ما را شریعت گفته که رمضان با یقین کامل آغاز بکو و این یقین با دیدن رؤیت هلال صورت میگیره با تاریخ های جنتری موتور صورت نمیگیره با حساب های فلکی صورت نمیگیره با این صفحات اجتماعی که امروز اساس پیش خود هر کس فتوا میتا ثابت نمیشه برادرسام بلکه ماه مبارک رمضان با دیدن هلال ثابت میشه و هر زمانی که هلال دیده شد ما و شما روزه خدا آغاز میکنیم و اگر دیدن نشد روزه شک به اسلام با شما خودداری میکنیم به جهت از اینکه مخالفت با آن چیزی هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ما گفته اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین و استغفروه انه هو الغفور الرحیم